أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. سوگند به ستاره هنگامی که افول می کند که هرگز دوست شما محمد منحرف نشده و مقصد را گم نکرده است و هرگز از روی هوای نفس سخن نمی گوید. آنچه می گوید چیزی جز وحی که بر او نازل شده نیست. آن کس که قدرت عظیمی دارد، جبرئیل امین او را تعلیم داده است. آن کس که توانایی فوق‌العاده دارد، او سلطه یافت در حالی که در افق اعلا قرار داشت. سپس نزدیکتر و نزدیکتر شد تا آنکه فاصله او با پیامبر به اندازه فاصله دو کمان یا کمتر بود. اینجا خداوند آنچه را وحی کردنی بود به بنده اش وحی نمود. قلب پاک او در آنچه دید هرگز دروغ نگفت. یا با او در باره آنچه دیده مجادله می کنید و بار دیگر نیز او را مشاهده کرد نزد سدرت المنتها، جنت المأوا در آنجاست. در آن هنگام که چیزی نور خیره کننده ای سدرت المنتها را پوشانده بود، چشم او هرگز منحرف نشد و طغیان نکرد. آنچه دید واقعیت بود. پاره ای از آیات و نشانه های بزرگ پروردگارش را دید. من خبر دهید آیا بت‌های لات و عزا و منات که سومین آنهاست دختران خدا هستند؟ آیا سهم شما پسر است و سهم او دختر؟ در حالی که به زعم شما دختران کم ارزشترند، در این صورت این تقسیمی ناعادلانه است. فقط نامهایی است که شما و پدرانتان بر آنها گذاشته اید، نامهایی بی محتوا و اسمهایی بی مسما، و هرگز خداوند دلیل و حجتی بر آن نازل نکرده. آنان فقط از گمانهای بی اساس و هوای نفس پیروی می کنند، در حالی که هدایت از سوی پروردگارشان برای آنها آمده است. یا آنچه انسان تمنا دارد به آن می رسد، در حالی که آخرت و دنیا از آن خداست. و چه بسیار فرشتگان آسمان ها که شفاعت آنها سودی نمی بخشد مگر پس از آنکه خدا برای هر کس بخواهد و راضی باشد اجازه شفاعت دهد. کسانی که به آخرت ایمان ندارند فرشتگان را دختر خدا نامگذاری می کنند. ها هرگز به این سخن دانشی ندارند، تنها از گمان بی پایه پیروی می کنند، با اینکه گمان هرگز انسان را از حق بی نیاز نمی کند. حال که چنین است، از کسی که از یاد ما روی می گرداند و جز زندگی مادی دنیا را نمی طلبد اعراض کن. این آخرین حد آگاهی آنهاست. پروردگار تو کسانی را که از راه او گمراه شده اند بهتر می شناسد و همچنین هدایت یافتگان را از همه بهتر می شناسد. برای خداست آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است تا بدکاران را به کیفر کارهای بدشان برساند و نیکوکاران را در برابر اعمال نیکشان پاداش دهد. همانها که از گناهان بزرگ و اعمال زشت دوری می کنند جز گناهان صغیره که گاه آلوده آن می شوند. آمرزش پروردگار تو گسترده است. او نسبت به شما از همه آگاه تر است. از آن هنگام که شما را از زمین آفرید و در آن موقع که به صورت جنین هایی در شکم مادرانتان بودید، پس خود ستایی نکنید. او پرهیزگاران را بهتر می شناسد. یا دیدی آن کس را
که از اسلام یا انفاق روی گردان شد و کمی عطا کرد و از بیشتر امساک نمود، آیا نزد او علم غیب است و می‌بیند یا از آن که در کتب موسی نازل گردیده با خبر نشده است؟ در کتب ابراهیم همان کسی که وظیفه خود را به طور کامل ادا کرد، هیچ کس بار گناه دیگری را بر دوش نمی‌گیرد و اینکه برای انسان بهره‌ای جز سعی و کوشش او نیست، اینکه تلاش او به زودی دیده می شود، سپس به او جزای کافی داده خواهد شد. آیا از کتب پیشین انبیا به او نرسیده است که همه امور به پروردگارت منتهی می گردد و اینکه اوست که خنداند و گریاند، اوست که میراند و زنده کرد و اوست که دو زوج نر و ماده را آفرید از نطفه ای هنگامی که خارج می شود، این که بر خداست ایجاد عالم دیگر تا عدالت اجرا گردد و این که اوست که بی نیاز کرد و سرمایه باقی بخشید و که اوست پروردگار ستاره شعرا. آیا به انسان نرسیده است که در کتب انبیای پیشین آمده که خداوند قوم عاد نخستین را هلاک کرد و همچنین قوم ثمود را و کسی از آنان را باقی نگذارد؟ نیز قوم نوح را پیش از آنها، چرا که آنان از همه ظالم تر و طغیانگرتر بودند. نیز شهرهای زیر و رو شده را فرو کوبید، پس آنها را با عذاب سنگین پوشانید. در کدام یک از نعمتهای پروردگارت تردید داری؟ این پیام بر بین دهنده ای از بین دهندگان پیشین است. این چه باید نزدیک شود نزدیک شده است و هیچ کس جز خدا نمیتواند سختی های آن را برطرف سازد. آیا از این سخن تعجب میکنید؟ میخندید و نمیگرید و پیوسته در غفلت و هوسرانی به سر میبرید؟ حال که چنین است، همه برای خدا سجده کنید و او را بپرستید.